سلام، من آیدا قجر هستم از تحریریه ایران وایر و مثل هر سه‌شنبه که قراره در مورد مسائل سلامت روان صحبت بکنیم، این سه‌شنبه هم قراره که در همین موضوع با محوریت مسئله تجاوز و آزار جنسی که این موجی که راه افتاده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها صحبت بکنیم. ما هر هفته با خانم شهرزاد پورعبدالله روان درمانگر صحبت میکنیم در مورد مسائل مختلف و این هفته قراره که مهمان دیگری داشته باشیم که من ایشون رو همکاران ما از زنان روزنامه نگار که قراره که در مورد تجربه خودش صحبت بکنه. سلام شیما جان. شیما شهرابی عزیز، یه ذره فکر میکنم اگه دوربین تو بتونی سرش رو بده پایین تر. بسیار عالی شما جان، ممنون. الان عالیه. سلام آیدا جون، سلام میکنم خدمت همه کسایی که دارن این لایو رو نگاه میکنن. دیگه ممنون از اینکه با ما شما جان. شما شهرابی سردبیر ایران وایر هست و همکار عزیز ما در مدیای ایران وایر و قراره که امروز راجع به تجربه خودش صحبت بکنه و فکر میکنم برای اولین باره که در عرصه عمومی میخواد راجع به این موضوع صحبت بکنه. من کامنت ها رو میبندم که حواسمون پرت نشه و اینکه منتظریم تا اینکه خودت هر وقت آماده هستی صحبت کنی برامون. مرسی آیدا جون. بعد از این موجی که راه افتاد تو شبکه های مجازی و بچه ها شروع کردن، آدم های مختلف شروع کردن، یعنی در واقع به افشاگری از متجاوزان و کسایی که آزارگران جنسی، خب منم مثل خیلی از زنان و دخترانی که این تجربه رو داشتن، تجربه تلخ رو داشتن، هی تو ذهنم این لایه هایی که خودم شاید تو علم روانشناسی مثلا بهش بگن سرکوب کرده بودم، این رو، و یک مکانیسم دفاعی در حقیقت هستش که مثلا تو فکر میکنم تو علم روانشناسی، حالا خانم پورعبدالله بهتر میدونم، انقدر این رو سرکوب کرده بودم که رفته بود تو لایه های زیرین ذهنم، ولی با هر خوندن هر کدوم از این روایت ها هی یادم میافتاد که چه اتفاقایی برای من افتاده، مخصوصا تو عرصه‌ای که داشتم کار میکردم، یعنی من به عنوان یه زنی که داشتم توی اون جامعه کار میکردم. فقط هم تجربه خود من تنها نیست، الان میگم عجیب، چون اون موقع فکر میکردم این یه بخشی از کاره و همه زنها تجربه میکنن و اصلا معنی آزار جنسی رو به این صورتی که الان میدونم، معنی کسی که داره بهت آزار میرسونه رو نمیفهمیدم و بنابراین نمیدونستم چه واکنشی نشون بدم و چه کاری انجام بدم. ولی میگم همینطور که گفتم این توی ذهنم باقی مونده بود و همه این روایت ها پی زنده شد برای من. دو تا از بارزترین‌هاش هاشو میخوام اینجا تعریف کنم و بگم چه اتفاقی برای من افتاده بود و بعد بگم چه اتفاقی از نظر روانی تو روح و روان من افتاد و که الان مطمئنم خیلی های دیگه توی ایران هم که حالا یا حتی توی خارج از ایران باهاش درگیر هستن، ولی خب علنیش نمی کنن به هر دلیلی. من فکر کردم اگر این موضوع رو علنی نکنم خیلی عافیت طلبانه است، چون من به هر حال از یه حاشیه امنی تو خارج از ایران برخوردار هستم و شاید بتونم بهتر از صحبت بکنم و بگم. اولیش برمیگرده به زمانی که من حدوداً 18-19 ساله بودم و تازه کار روزنامه‌نگاری رو شروع کرده بودم، مثلا حدوداً من 10 سال تو ایران سابقه کار دارم و اون موقع تازه کارم رو شروع کرده بودم. دوست داشتم پله‌های ترقی رو زودتر طی کنم و یک آقایی که نقاش خیلی معروفی هستن، آقای بهرام دبیری، من قرار بود از ایشون یک یادداشتی بگیرم. ایشون به من گفتن که بیا مثلا کارگاه من و اونجا این یادداشت رو بگیر، که من گفتم خب پس تا اونجا میام میشه باهاتون مثلا مصاحبه هم بکنم، دوست داشتم مصاحبه کنم، دوست داشتم با این آدم‌ها. من به کارگاه ایشون رفتم و اونجا یادداشت رو که می‌خواستم ازشون بگیرم، حالا ایشون به ضمن اینکه از من، از صورتم، از چهرم، از موهایی که حالا حالت نمدار بود اون موقع، مثلا یادم میاد که این جمله خیلی قشنگ تو ذهنمه، یعنی بعد از این همه مدت که مثلا با موهای منو بررسی، یعنی دست دادم بهش و مثلا راحت باش، حالتو در بیار و اینا، ولی چیزی که من خواستم باشون وقتی مصاحبه کنم به من گفتش که تو خیلی خوبی، میای مدل من بشی برای نقاشی؟
و من گفتم که خیلی نمی اصلا متوجه نمیشدم یعنی چی، یا مثلا مدل من بشی منظورشون چیه. گفتم که خب یعنی باید چیکار کنم. گفت کاری نمیکنی، همینجا روی ما برهنه میشی و من ازت نقاشی میکنم. این موضوع من خب اونجا خدافزی کردم، البته خب همین بود، من الان فهمیدم که این آزار جنسی. اونجا فکر کردم که حالا یه لعنه منو دست زده یا مثلا بهم انقدر ناآگاه بودیم، منظورم اینه که ما به عنوان روزنامه نگار انقدر ناآگاه بودیم دست زده به مهم یا این پیشنهاد بی شرمانه رو داده، آزاری نیست. یعنی مثلا مشکل حتما همه، با توجه به شنیده ها من فکر میکنم حتما همه روزنامه نگارا، همه بچه هایی که تو کار رسانه دارن کار میکنن، همه اونایی که میخوان با آدم هایی مثل این نقاش معاصر بزرگ، مثل یک تاریخدان بزرگ، مثل یک پزشک یا چیز، ما حتما از این پیشنهادها دریافت میکنن. اینطوری فکر میکنم که بخشی از کار این فشار. ولی چیزی که برای من رنج آور بود این که از وقتی که از اون کارگاه اومدم بیرون مدام خودم رو سرزنش کردم که من آماتور بودم که حتما این پیشنهاد به من شده، من حتما بلد نبودم کارم رو انجام بدم، حتما رفتار من یک جوری بوده که ایشون اجازه داده به خودش این پیشنهادی رو به من بده، در حالی که من خودت رو مقصر دونستیدم، خیلی خودم مقصر میدونستم. من اولین باریه که دارم این موضوع رو مطرح میکنم و حتی نزدیکترین افراد خانواده هم اون موقع از این موضوع خبردار نشدن. چرا؟ برای اینکه اگر من میرفتم و میگفتم من چنین پیشنهادی دریافت کردم، ساده ترین راه برای اونها این بود که بگن دیگه نمیخواد کار کنی. من میخواستم کار کنم، میخواستم تو اون محیط بمونم. بنابراین فکر میکردم خب این بخشی از کاره و من باید باهاش کنار بیام. باشه، خدافظی کردم، دیگه دور اون آقای نقاش رو خط کشیدم، هیچ وقت سراغش نرفتم. ولی این که این پیشنهاد به من شده بود خودش برای من شرم‌آور بود. فکر کردم قضاوت شدم از طرف اون آدمه و قضاوت نادرستی در برابرم صورت گرفته. خیلی خیلی به نظرم این خیلی طول میکشه که تا آدم با خودش کنار بیاد که تو مشکلی نداشتی، مشکل اون طرفی بوده که این مثلا پیشنهاد داده، مخصوصا ماها که هیچ آموزشی ندیدیم در این زمینه. در مورد دوم، موردی بود که من سالها بود که کار کرده بودم و دیگه اواخر بود که ایران بودم، یعنی دیگه این اتفاقا اگر تکرار شده بود یک جوری مثلا واکنش نشون داده بودم یا چیزی که گوشه ذهنم نمونده، مطمئنم که بوده. ولی یک چیزی که خیلی برام پررنگه اینه که این اتفاق دوم از طرف طیفی که ما فکر میکنیم که راحت ترن و اینا، نه، یک طیفی افتادش، یک آدمی متعلق به یک دسته برای من افتاد که خیلی خودشون رو چه میدونم جانماز آب میکشن در حقیقت. من سال قبل از انتخابات 88 بود و دقیق یادم نیست چه تاریخی بود، اخراجی های دو فکر میکنم تازه بیرون اومده بود و خیلی سر صدا کرده بود. من به عنوان خبرنگار سینمایی با آقای دهنمکی قرار گذاشتم توی دفتر کارشون توی محله نارمک شرق تهران بود، فکر میکنم تو گلبرگ ایناست، و رفتم اونجا برای مصاحبه. مصاحبه ما خیلی چالشی شد، یعنی مثلا من یادمه که هی مدام ایشون ضبط رو خاموش میکرد و بعد میگفتش که من مثلا اینو میگم تو ننویس، خیلی خاموش میکرد که. بعد خیلی ما بحث کردیم، خیلی صحبت کردیم راجع به اینکه ایشون معتقد بود که فیلمش پربیننده ترین فیلم سینماست و به خاطر همین بهترینه و من معتقد بودم که هر پربیننده ای بهترین نیستش. بعد این کشمکش ادامه پیدا کرد تا اینکه یه دفعه من احساس کردم که ایشون خیلی به من نزدیک شد، جوری که من مثلا وقتی صحبت میکنه هوا و اون تنفسش به من میخوره و به من میگه که شما میدونی که من اینجا هر کاری بخوام بکنم میتونم باهاتون انجام بدم و صداشم در نمیاد، من فلانی نیستم، اسم یکی از آقایون اصلاح طلبی که حالا در مورد شایعاتی وجود داشت رو آورد، من فلانی نیستم که هر کاری بکنم سر و صدا دار بشه. و من فقط یادمه که اونجا مصاحبه رو تموم کردم، ضبط رو خاموش کردم و اومدم بیرون. این روایت رو من اون موقع برای خیلی هم تعریف کردم، ولی واکنش ها توی بچهای رسانه این بود که حتی آقایونی که براشون مثلا نزدیک تر بودیم تعریف میکنیم حالا اینو جایی نگو، برای خودت خوب نیست، یا یعنی من این وسط یه مقصر همکارانی که بودن یا خانواده آره همکارانی که مثلا باشون نزدیک بودم تعریف میکردم. و اون موقع هم این چیز به من وارد میشه که خب من اگر که من واقعا باید چی کار میکردم، من اگر برم برای یکی هم مثلا که خارج از این فضا بود تعریف میکردم، شاید تو ایران به من گفتن خب تو برای چی رفتی تو دفتر یه نفر که تنها بوده یا مثلا، اما این کار من بود،
من وقتی یک طرف با من قرار میذاشت دفتر، مگه یک خبرنگار مرد وارد یک دفتر یک آقا یا یک خانم مثلا که بازیگر کارگردان یا هر چیزی به هر عنوانی نمیره برای مصاحبه، ممکن نیست توی دفتر یا منزل اون طرف قرار بذارن. چرا یک زن نمیتونه از این حق بهره مند باشه؟ و حالا من میدونم که الانم با افشاگری حالا نام مطرح شدن نام این آدم ها حتما تحت فشار و استرس شدیدی قرار خواهم گرفت، که حالا چه از جانب نزدیکان که احتمالا میگن چرا اینو عنوان کردی، و هم از جانب آدم هایی که میخوان از این آدم ها حمایت کنن. چون من الان دارم میبینم مثلا به ظاهر طرفی که بهش تجاوز شده، بهش آزار جنسی رسیده، گیر میدن، میگن آقا با این ظاهر به تو تجاوز شده، یعنی طرز تفکر بعضی ها تا این حد پایینه که مثلا فکر میکنن واقعا این ربطی داره به موضوع. وقتی که این فردی که صحبت کردی راجبش برای کار رفته بودی پیشش برای اینکه مصاحبه کنی و نزدیک شده بود بهت، دقیقا خودت حس میکردی که موضوع یک مثلا، یعنی میفهمیدی که مثلا یک موضوع جنسی داره آزارت میده؟ من متوجه شدم که این یه تهدیده، یک تهدید جنسی. یعنی من اینجا میتونم تو رو، آره، وقتی که یک آدمی که این همه جانم آزاد میکشه یه دفعه خیلی به تو نزدیک میشه و از حالت چشماشو برانداز کردن، مثلا خودت متوجه میشی که این یه تهدیده. این روایت دوم من تهدید جنسی بود. روایت اولی که گفتم که آقای دهنمکی، نه گفتم اسمشون رو، چون شما گفتین یه آقای، بله من فکرم اخراجی هایده و اونجا صدا آقای دهنمکی به هر حال متعلق به تیپی هستش که ما فکر میکنیم که مثلا خیلی ممکنه معتقدتر باشه همه این کار، شاید من نمیدونم اصلا قصدشون از اون چیز، من تهدید جنسی برداشت کردم اون لحظه به خاطر اینکه بیش از اندازه به من نزدیک شدن. من یه سوال دارم، به قول خودت این اولین باره که داری در عرصه عمومی راجع به این مسئله حرف میزنی، اولا اینکه قبل از هر چیز متاسفم بابت این تجربه‌ای که داشتی و ممنون از اینکه این رو با ما به اشتراک گذاشتی و ممنون از اینکه تو این برنامه صحبت کردی. سوالم اینه که وقتی میخواستی، یعنی این روزهای گذشته که این موجی که راجع به افشاگری های این مسئله به راه افتاده بود، حالا اولین بار میخوای در عرصه عمومی راجع به این مسئله صحبت بکنی، چه فشارهایی داشتی؟ فکر میکردی؟ چه حالی داشتی؟ من خیلی به این موضوع فکر کردم، حتی با خودت هم مشورت کردم و صحبت کردیم راجبش. من اصلا نمیدونستم که این کار درستیه، چون میگم همین الانم هم میدونم که بابا کن. ولی آخر سر به این نتیجه رسیدم که اگر من نگم پس کی بگه؟ یک جایی ما باید بگیم، و اگر این گفتن من باعث میشه که یک آموزش کوچولو، یک کمکی بشه به اون افرادی که دارن الان در حال حاضر همون تو همون جایگاه ایستادن، دارن روزنامه نگاری میکنن تو ایران و نمیتونن اینو بگن، من مطمئنم که اگر این رو در مورد تو یک رسانه بگن از کارشون بیکار میشن. من فقط فکرم که بله داشتیم نمونهشو که یه خانومی اومدش یک توییتی سربسته نوشت و از کار افراد شد، یک خانم روزنامه نگاری. البته من تاکید میکنم که این موضوع فقط مختص روزنامه نگاران نیست، و اگر همینطور که داریم میبینیم تو فضای مجازی از هر جایی که نگام که از کلاس های کنکور تا دبیرستان ها و شرکت های خصوصی، حتی پادگان ها، همه دارن راجع به این موضوع آزار جنسی و تجاوز صحبت میکنن. و من فکر کردم که وقتی ما بتونیم، ما که میتونیم با اسم خودمون، یعنی اگر این چیزو داشته باشیم که بیایم با اسم خودمون و با اسم طرف این رو بگیم، میتونیم به این روایت ها از بُعد تحقیقی یک چی میگن بتونیم اینو میتونیم اینا رو همه رو قانع کنیم که این اتفاق افتاده، چون لزومی نداره. مثلا بعضی ها الان میگن آخه دارن دروغ گفته میشه، مثلا داره مثلا میخوان خودشون رو مطرح کنن، لزومی نداره من بخوام اسلامو با یه همچین چیزی مطرح کنم. میدونید خیلی چیزای دیگه ای هست که آدم میتونه برای معروفیت شهرت استفاده کنه ازش. دقیقا. من آخرین سوالم این که چه سوالی داری از خانم پور عبدالله به عنوان کسی که مورد این مسئله قرار گرفتی متاسفانه، و اینکه داری این موضوع رو مطرح میکنی، سوالت چیه؟
ببینید من فکر میکنم که الان خیلی های دیگه همونطوری که گفتم در معرض این موضوع هستم. من میخوام ببینم اگر وقتی که طرف در معرض این موضوع قرار میگیره و بعد حالا میاد بیرون از اونجا، خیلی افکار منفی، همونجوری که گفتم خیلی آدم ها خودشون رو سرزنش میکنن، این آدم برای روح و روان خودش چه کار باید بکنه؟ راهکارش چیه که با خودش کنار بیاد که مقصر اون نبوده، که کار اون اشتباه نبوده؟ چه چیزهایی رو اصلا باید اونا آدم ها در مورد آزار جنسی، در مورد تجاوز، چه چیزهایی رو باید بدونن؟ ما خیلی خیلی ناآشناییم و خیلی آگاهی نداریم نسبت به این. میگم حتی ما خیلی موقع ها در معرض آزار جنسی بودیم یا قرار گرفتیم ولی اصلا نمیدونستیم که این تعبیر به آزار جنسی میشه. مثلا من خودم تا چند وقت پیش فکرم کردم پیشنهاد بیشرمانه یک آقایی در ازای مصاحبه، البته من یادم رفته به بابت اول به من بگن، گفتن که اگه قبول کردی که مدل من بشی باهات مصاحبه میکنم، پیشنهاد بیشرمانه آزار جنسیه. من این رو نمیدونستم. ما کجا باید آموزش ببینیم؟ نقش روان پزشکی در این مسئله چیه؟ چجوری میتونه آموزش های لازم رو به زنهایی بده، به خانمهایی بده که در معرض، حتی به آقایونی که اومدن قصه هاشون رو روایت کرده، آدم ها، افرادی که در معرض تجاوز یا آزار جنسی هستن. ممنونم ازت، خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتی و خیلی خیلی به شجاعت تبریک میگم و مرسی که با ما در میون گذاشتی. ما ادامه این برنامه رو با خانم ادامه میدیم و باش با ما. میبینم. مرسی. خب روایت شیما شهرابی سردبیر ایران وایر رو در مورد مسائلی که دو نمونه از مسائلی که در مورد کارش در محیط کارش در واقع پیش اومده بود براش با همدیگه شنیدیم. من کامنت ها رو باز میکنم که خانم شهرزاد پور عبدالله روان درمانگر که با ما هستن بتونن درخواست اضافه شدن به گروه رو به ما از طریق کامنت ها بدن تا اینکه صحبت هایشون رو بشنویم، مخصوصا اینکه این موجی که راه افتاده و امیدوارم شکستن سکوت ادامه پیدا کنه این بار در خصوص چهره های مطرح هست. اگر اجازه بدین من سعی کنم که خانم پور عبدالله رو، چون درخواستشون رو ندارم اینجا، بتونم خودم اضافه کنم. بله، امیدوارم که دعوت ما رو بگیرن روی اینستاگرامشون. سلام خانم پور عبدالله، خیلی خوش اومدین به برنامه. سلام. سلام آده جان، خسته نباشید. ممنون از این که وقت گذاشتین مثل هر هفته. فکر کنم حرفای خانم شهرابی. بله بله، من از اول بس بله حالا که خب آجه. ممنون از خانم شهرابی که اومدن و در واقع تجربهشون رو به اشتراک گذاشتن با مخاطبان ایران وایر. سوال خب ایشون اینی که وقتی کسی این تجربه رو داشت چطور باید با خودش کنار بیاد. من دارم خواهد که اول بحث رو از یه جای دیگه شروع بکنیم. من فکرم تو صحبتاشون اشاره کردن که وقتی که اتفاق برای کسی میفته چه چیزی باعث میشه که آدم ها نمیتونن بیان در این مورد صحبت کنن. چون الان اگر نمیدونم شما چقدر احتمالا خیلی بیشتر از من دنبال کردین در واقع کامنت های کسایی که رفتن و در واقع کامنت دادن زیر پست هایی که این افراد اومدن در مورد تجربه خودشون صحبت کردن، گفتن که خب شما چرا همه سال وایسادین، چرا عمقه نگفتین، الان بعد از 10 سال مثلا 20 سال این آدم زندگی داره، بچه داره، مثلا خب این چه کاریه اومدین اینا. چون واقعا شاید به نظر یک کسی که این تجربه رو نداشته این یک کار بسیار سهل و آسونی میاد، در صورتی که واقعا اینطور نیست. همونطور که خانم شهرابی هم خوبش اشاره کردن بسیاری داره که ما تو از چه محیطی داریم صحبت میکنیم، از چه جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم. مثلا فرض کن تو جامعه ایران اگه مثلا فرض کنید شما یه خبرنگاری برای شما این اتفاق افتاده، یا مثلا یک دانشجویی که استادت داره با این کارو میکنه، یا نمیدونم تو یک شرکتی کار میکنی که رئیست داره این کارو میکنه، اولین خطری که شما رو تهدید میکنه که شما موقعیت‌های کاری خودتو از دست میدی. و نه تنها اونجا از دست میدی، به خاطر اینکه یه همچین در واقع مارکی رو روی پیشونیت داری دیگه کسی به تو کار نمیده. یعنی هیچ کی دردسر که نمیخواد، یعنی شما رو به عنوان یه آدمی که در واقع طغیانگر، یه آدمی که از حق حقوق خودش میتونه دفاع بکنه در واقع میبینن و شما هیچ جای دیگه شانس کار ندارین. این یکی از حالا این تبعات در واقع شغلیشه.
دقیقاً حالا تبعات دیگه من فقط یه اشاره بکنم دقیقاً که تو این صحبتام اشاره شد که یکی از همکاران روزنامه‌نگار ما در ایران چند وقت پیش دقیقاً راجع به همین موضوع همونطور که خانم شهرابی گفت راجع به این موضوع صحبت کرد و بعد از اون از کار اخراج شد، یعنی هیچ حمایتی دریافت نکرد نه از همکارانش نه از اجتماع نه از وزارت کار، حتی بخوایم صحبت بکنیم هیچ حمایتی در واقع نگرفت. خب من فکر می‌کنم که اگر تو جوامع حالا اروپایی و در جوامع غربی هم تا وقتی که در واقع من فکر می‌کنم تو فرانسه، من یادم نیست تاریخش ولی خیلی فکر کنم تو سال‌های 90 و اینا بود که در توی کد پنال فرانسه یک ماده ای هست که از در واقع سکشوال هرسمنت صحبت میکنه و امکان میده به کسایی که توی محیط کارشون از نظر جنسی آزاری بهشون رسیده میشه یا در واقع کامنتی بهشون داده میشه بخوام بیان و شکایت کنم و قانون پشت سرشون باشه. قبل از اون حتی اینجاها میش خبری نبود، یعنی خانم ها خیلی اوقات یا حتی آقایون در واقع وقتی آسیب میدیدن هیچ جایی نبود که بخوان بهش رجوع بکنن و بخوان از حق حقوقشون دفاع بکنن. یکی از مسائل حالا اگه من میگم حالا محدودیت کاری که ایجاد میکنه بشه اجتماعی که در واقع آدم داره، بس که اگه شما تو جامعه سنتی باشین یه دختری باشین که بین حرف بزنین، مجرد باشین دو روز دیگه میخواین ازدواج کنین مشکل دارین، خانواده همسر چی قرار بگن، متأهل باشین شوهرتون یهو ممکنه شما رو طلاق بده یا خون جلشش رو بگیره بخواد اون آدمو بکشه، میدونی نگرانی واقعا نمیدونین چه کار کنین، بگین نگین خیلی خیلی کار سختیه. غیرت خانواده برادراتون برای این ریخته نشه، نرن طرفو سرشو نبرن. شما میبینید قتلای ناموسی ما داریم توی ایران، خب چه چیزی تضمین میتونه بکنه که اتفاقی نیفته؟ این همه ترسه. خب در واقع ترس احساس شرم که خجالت آدم میکشه که بیاد همچین چیز خیلی شخصی رو بخواد در ملاء عام بخواد در واقع بخواد عنوان بکنه. و مسئله احساس گناه، چون خیلی آدم احساس میکنن که خب نکنه من یه کاری کردم، نکنه پوشش من یه چیزی بود، نکنه تو رفتار من یه چیزی بود که اون احساس کرد با من میتونه این کارو بکنه. خب و در واقع این حس معذب بودنی که باعث میشه آدم‌ها این کارو نمیکنن متاسفانه. و میگم حالا اگه اینی که چرا این اتفاق نمیفته، بازم ما باید ببینیم تو چه جامعه زندگی میکنیم. مثلا من یادمه که یکی از دوستای من که لوکزامبورگی بود، خب توی لوکزامبورگ همکارش دستشو میذاشت رو شونش، خب و در واقع رفت و گفت که من راحت نیستم این دستشو میذاره رو شونم و این دستش یک حس جنسی داره هست روش و من راحت نیستم. جلسه ها شد و نمیدونم به طرف اخطار دادن و من فکر کنم حتی نمیدونم فکر کنم آدم شاید کارشم از دست داد، من نمیدونم، برای اینکه تونست ثابت بکنه که این طرف که در واقع از یه پوزیشن بالاتر نسبت بهش برخورد داد بود داشت از جایگاهش تو کار سوء استفاده میکرد به خاطر که اینجا اون خانم در واقع کارآموز بود. درست. خب ولی این آیا تو ایران ما میتونیم این کارو بکنیم؟ نه نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی تو لوکزامبورگ امکانش بود. جدا از این حالا موانعی که شما دارین میگین، ما یه سری موانع اجتماعی هم داریم، یعنی در واقع مثلا مخصوصا این موجی که راه افتاده یا الان خانم شهرابی راجع به دو تا چهره حرف زدن، یکی نقاشه که حالا الان در شرایط خیلی کارگردان و فیلمساز هستن آقای دهنمکی، اینکه باهاشون برخوردی که میشه همین کامنت هایی که میگین میگیرن اینه که طرف دنبال مطرح کردن خودشه، دنبال مشهوریت خودشه، یعنی به اون آسیب دیده و آسیبش توجه نمیشه، یک بهانه‌ای برای اون صحبت کردنش و افشاگریش زاییده میشه. من فکر نمی کنم هیچ آدم سالمی بخواد به شهرت برسه از این طریق، یعنی محال میکنه نظر من، واقعا هیچ آدم سالمی این کارو نمیکنه. و اگر میگم کسایی کار منو داشتن و میتونستن بفهمن که تأثیر یک در واقع دسترازی جنسی به یک نفر چی هست بر روح و روان آدم، هیچ وقت این حرفو نمیزدن. چی هست تأثیر خانم عبدالله؟ خب تأثیرات بسیار زیاده. ما تأثیرات جسمی داریم، تأثیرات روحی روانی داریم، تأثیرات جنسی داریم، تأثیرات اجتماعی داریم. یعنی مثلا ممکنه وقتی که یه اتفاق اینجوری میفته، مثلا من برمیگردم به در واقع گفته های خانم اومتلی که گفته بودن برای مصاحبه رفته بودن تو اون زیر زمین و اون اتفاق، یعنی توی همون خونه بودن. بگم خانم سارا اومتلی از روزنامه بله. بودن که اولین، یعنی اولین بار ایشون مسئله آزار جنسی که از طرف آقای آیدین آقداشلو بله. شدن رو افشا. من داشتم وقتی که چیزی که در واقع نوشته بودن روی صفحه خودشون میخوندم،
خب من خودم رو جای این آدم میذارم، میبینم که آیا بعد از اون مصاحبه رفتم براش دیگه چه تجربه‌ای بود، آیا چقدر میدونی میتونه در واقع روی مدلی که در واقع روی کارش تاثیر گذاشته باشه. خب یعنی من اگر بودم حتما روی من تاثیر میذاشت. هر باری که شما میخواین برین، اگه شما یه تصادف کرده باشین، خب وقتی دوباره میخواین با ماشین جرات بشین، قطعا تپش قلب دارین، قطعا میترسین دوباره تصادف کنین، به هم میریزین، صحنه تصادف میاد جلوی چشتون و امکانی که یه بلایی دوباره سرتون بیاد رو بیشتر میکنه. یعنی در واقع شما اون امنیتی که دارید، خب توی اون محیط، اون امنیت از بین میره. اعتمادی که با آدما دارید، اون اعتماد از بین میره یا ضعیف میشه. و در نتیجه خیلی آدمایی که واقعا قابل اعتماد هستن هم دیگه شما نمیتونید بهش اعتماد کنید. ممکنه بعض اوقات یک واکنش غیر منطقی نشون بدین یه جایی که نباید بدین، پرخاشگری بکنید جایی که اصلا هیچ جای پرخاشگری نیست، به خاطر اینکه احساس میکنید یکی شما داره تهدید میکنه بدون دلیل. در واقع اگر مثلا حالا ما در این مورد مشخص داریم راجع به روزنامه نگارا، الان هم خانم امتعلی و هم خانم شهرابی که صحبت کردن روزنامه نگار بودن و در محیط کار این موضوع براشون پیش اومده بود، این مسئله روی روابط میان فردی در تمام حوزه ها میتونه تاثیر بذاره؟ در کار اثر میذاره. حالا من برگردم، حالا اصلا من میگم تاثیر، که چیزی که میخوام اینجا حتما روش تاکید کنم، تاثیر خیلی رفت داره به اینکه ما چند سالمون بوده، در چه کانتکستی این صورت گرفته، چندین بار تکرار شده. آیا مثلا اگر اون خانم میخواست با آقای آقداشلو هر روز کار کنه و اگه هر روز کار میکرد، قطعا تاثیراتش خیلی بیشتر بود تا اینکه این اتفاق یه بار افتاده و یک مصاحبه بوده. میدونیش میخوام بگم، یعنی فرض کنید میزان در واقع تعداد دفعایی که اتفاق میفته، رابطه اون فرد با اون در واقع فردی که آسیب دیده، همه اینها المان‌هایی هستن که تعیین میکنن درجه آسیب پذیری رو. یعنی شما نمیتونین بگین که قطعا مثلا ممکنه تجربه خانم شهرابی با یه خانومی که مثلا فرض کنین رفته توی یک خونه دیده طرف لخته و خودش رو داره بهش میچسبونه، قطعا این دوتا یکی نیست. یعنی منظورم اینه که اگر تداعی خاطره میشه، در واقع بدن شما به اون شدت واکنش امکان نداره بده. میدونین ممکنه بستگی داره چه سنی بودین، چقدر ترسیدین، کی اونجا بوده اگر قرار بوده از شما دفاع بکنه، میدونی چقدر طول کشیده، میدونی آیا با اون صحنه باز هم روبرو میش قرار بوده بشید یا نشه. اینا همه فاکتورهایی هستش که میتونه درجه آسیب پذیری رو رقم بزنه. خب بعد حالا مسئله این که شما دیگه اعتمادتون از دست میره، در احساس راحتی دیگه با آدما نمی کنین، از یک فیلتر منفی به مسائل نگاه میکنید، بعد میتونه حالا این مسائل در واقع میان فردی به قول شما باشه، مسئله عاطفی، شما در رابطه عاطفی با وارد میشین، باز هم به خاطر اینکه در واقع ممکنه همجواری شما با جنس مثلا فرض بکنید مخالف، مثلا یه زنی بودین یک مردی به شما یک تعرض جنسی کرده، ممکنه بعضی اوقات نتونین تفکیک کنید همسر در واقع قانونیتون یا کسی که دوستش دارین با اون کسی که متجاوز بوده، و بعضی اوقات یهو نشستین نصف شب دست طرف به شما میخوره، شما یه دفعه شما یه برق سفاز میگیرید میپرید، احساس میکنی که یه نفر اومده وارد حریم شما شده و طرف میگه ای من که کاری نکردم، از مثلا شما تا شما ازش معذرت میخوای، میگه عزیزم مثلا مسئله تو نیست، من یه دفعه پریدم، میدونین. و بعضی اوقات اگر به اون همسر که اغلب خانمام نمیتونن بگن، نمیتونن بگن، واقعا این ماجراها و این مشکلات در زندگی عاطفی و جنسی به خصوص خیلی اوقات باشه که یک رابطه به شکست بیانجامه، چون طرف اصلا نمیفهمه شما چرا اینجوری برخورد میکنی، اصلا فکر میکنه دیوونه ای، مشکل روانی داره، داشت که اصلا نه مشکل روانی است، نه دیوانگی است، نه جنون، نه هیچ چیز دیگه. واقعا شما برای اینکه در واقع یک تماس بدنی با شما، یک فلش بکی در واقع ایجاد میکنه در ذهن شما و شما یک دفعه ای پرتاب میشید به اون موقعی که اون اتفاق برای شما افتاده، چیزی که سالها ممکنه فراموش کرده باشین. خب بعد این مثلا فرض کنید خیلی در مورد این ماجرا اصلا صحبت نکردن، به نظر من خیلی بدتره تا اینکه بخوان شما صحبت کنین، به خاطر اینکه نگه داشتن این ماجرا برای خودتون و نرفتن دنبال در واقع درمان از اون اتفاق بدی که برای شما افتاده و به شما یک تروما وارد کرده، باعث میشه شما کلی از بیماری‌های روان‌تنی می‌گیرید، مثلا معده درد دارین، سردرد دارین، میگرن‌های بدون دلیل دارین، خیلی وقت گردنتون درد می‌کنه، میدونین خیلی اوقات بی خود داره تپش قلب میگیرین، نمیدونین چتونه، یه دفعه عرق میکنین. خیلی از بیماری های واقعا که بیماری های روانتنی هستن ریشش میتونه همین تجربه بد باشه. و اگر یه مسائل جنسی، مثلا یه سری افراد هستن که
یا هایپوسکشوال میشن یا هایپرسکشوال میشن. یه موقعی ممکنه شما اصلا حتی توی یک رابطه عاشقانه نمیتونید یک رابطه جنسی عادی داشته باشین، دچار واژینیسموس میشین، نمیتونید سکس داشته باشین، یا اینکه بعضی آدم ها هستن که بدون اینکه بخوان یک روابط جنسی بسیار و راندومی دارن که مرتب خودشون کنترل نشده در واقع کنترل نمیتونن بکنن. مثلا فرض کنید خیلی از افرادی که ممکنه مثلا از نظر جنسی بگیم، نمیگم هر کسی که اعتیاد جنسی داره بهش در واقع دسترسی دست درازی جنسی شده، ولی توی کسایی که سکس ادیکشن دارن یکی از دلایل سکس ادیکشن اعتیاد جنسی سکشوال ابیوزه، یکیش در واقع چی میگن سوء استفاده جنسی هست، آزار جنسی هست. یعنی میتونه دلیل باشه که آدم بتونه از نظر جنسی اعتیاد پیدا بکنه، میگم ناتوانی جنسی بیاره، زیاد بیش فعالی جنسی بیاره، هزار تا مشکل توی و روابط عاطفی رو در درگیر. یه سوال دارم، ببخشید من اگر اجازه بدین، من از نظر روحی روانی ام اضطراب شدید، افسردگی، عزت نفس پایین، رفتارهای خود تخریبی. یه موقعی شما اصلا خودت میگی من نمیدونم چرا آزار دارم خودم رو اذیت میکنم. یعنی بعضی آدم ها خودشون چه شرایطی قرار میدن که واقعا خودشون رو در خطر میندازن یا خودشون رو تخریب میکنن، یا مثلا میتونه مصرف مواد مثلا مخدر، مثلا مصرف الکل. من داشتم کسایی که واقعا توی شرایطی قرار گرفتن که یکی بهشون دست زده و تنها چیزی که میتونه باعث فراموشی بشه الکل بوده و بعد یه دفعه دیدن که الکلی شدن. واقعیته. یعنی میخوام بگم که شاید به نظر یه نفر بگن که کاری نکردی دست زده، ولی من فکر میکنم که مسئله دست زدن نیست، مسئله این که شما در واقع تجاوز کردید به حریم خصوصی یک نفر. اصلا من وقتی که به آزار جنسی فکر میکنم در 90% اغلب موارد اصلا به یک سکس با دخول فکر نمی کنم، چون به غلط در ذهن آدم ها اینجا افتاده که تجاوز که نشده. همین که خانم شهرابی به درستی گفتن، دست زدن به موهای یکی و بگه که چه موهای قشنگی داری و آدم احساس میکنه که این نگاه یک نگاه چی میگن خیلی معصومانه است یا یک نگاه جنسیه و در واقع طرف شما رو به عنوان یک ماده جنسی میبینه و طرف احساس میکنه که بهش تجاوز شده همون لحظه، و واقعا تجاوز هیچ رفتی با یک سکس با دخول داشتن نداره، تجاوز همینه به نظر من. به حریم شخصی تن. بله. یا مثلا فرض کنید از تجربهشون گفتن که گفتن تو بیا مدل من باشی، و شاید خیلی ممکن تو ذهنش میگه خب این همه تو اروپا همه نقاشه با چیکار کنم، بالاخره باید مدل لخت داشته باشن. بله مدل لخت دارن. طرف تولید میکنه یه نفر با مدل لخت نه، خیلی اوقات گروهی همه میشینن اون مدل لخت رو میکشن، یا اون شخص در قبال پولی که بهش میده و در قبال یک قراردادی میاد، ولی نمیگه که اگر من به تو مصاحبه نمیدم، اگه من میخوای به تو مصاحبه بدم تو بیا لخت شو که من تو رو بکشم. این خیلی فرق میکنه تا اینکه شما خودت الان خیلی هستن توی من بلژیک، که از دوستای من یکی از همکارای من یه خانمی بودن که نمیدونم مال کدوم کشور بودن، یک زمانی میگفت من قبل اومده بودم توی بلژیک اصلا یکی از درآمد من این بوده که من برای فلان آکادمی هنر میرفتم مدل لخت بودم برای دانشجوها. خب براش درآمد زندگیش بود، کسی هم بهش دست نمیزد، کسی هم بهش کاری هم نداشت، زندگیشو اینجوری میگذرون، هیچ مسئله نیست. ولی یه نفر بخواد بگه که اگر این کارو نکنی من اون کاری که تو باید انجام بدی از نظر کاری برات انجام نمیدم، به تو مصاحبه نمیدم، این دیگه به نظر من سوء استفاده از قدرتی که اون طرف داره در اون رابطه است. من میخوام برگردم به یه بخش قبل صحبتتون و بعد بریم سر جایگاه قدرت که نکته آخری بود که توی این بخش صحبت کردین. شما گفتین که فرق میکنه اینکه یک نفر یک بار براش این اتفاق بیفته یا اینکه در اون محیط قرار بگیره که چندین بار بخواد برخورد پیدا کنه. یکی از مواردی که این روزهای اخیر راجبش صحبت شد مربوط بود به یک آقایی که یک روزنامه‌نگار زن و یک خانم یک شهروند زن راجب تعرض جنسی، آزار جنسی که از سوی یک دانش آموخته علوم سیاسی در واقع مواجه شده بودن، آقای ابراهیم سلطانی، چون در عرصه عمومی نوشتن، من اسم میارم و میخوام صحبت ایشون رو بگم که در واقع دفاعی که از خودشون داشتن این بود که اگر که پس این، یعنی یکی از دلایلی که می آوردن برای رد کردن این اتفاق این بود که اگر که خانم مثلا
خانم روزنامه نگار معتقده که این اتفاق افتاده، چرا باز با من تماس گرفته برای اینکه بخواد با من مصاحبه بکنه؟ یعنی این رو به عنوان دلیل ردش آورده بودن. البته خب جایگاه اجتماعی و اون مسئله قدرتی که شما مطرح کردین بی ارتباط نیست. یعنی میشه که در محیط‌های مثل محیط‌های کاری یا حتی محیط خانوادگی که افراد مورد آزار جنسی یا تجاوز قرار می‌گیرن، این رابطه ادامه پیدا بکنه؟ این دلیلی میتونه باشه بابت اینکه بخوایم بگیم که ادعای اون شخص زیر سوال رفته؟ نه، اجازه بدید من یه چیزی که من واقعا دلم میخواد بازم برگردم به صحبت‌های بسیار درست خانم شهرابی، اینی که اکثر اوقات وقتی در واقع یه نفر دوباره برمیگرده و رجوع میکنه به اون آدم، برای اینکه بار اولی که اتفاق افتاده مطمئن نیست که در واقع یک آزار جنسیه، برای اینکه متاسفانه هرچی ما میخوریم تمام مشکلات ما به خاطر بی‌اطلاعیه. اگر ما بتونیم تعریف داشته باشیم از یک رابطه در واقع سالم و ناسالم و اینکه بدونیم که حریم خصوصی ما چجوری تعریف میشه و چه چیزهایی تجاوز به اون حریم خصوصیه، احتمالاً خیلی چیزها تغییر میکرد. ولی از اونجایی که اغلب افراد وقتی اتفاق براشون افتاده به چجوری بگم ارزیابی خودشون شک کردن، مطمئن نبودن که آیا دارن درست حس میکنن یا نه، به خاطر اینکه چیزی نداشتن که بهش استناد بکنن. میدونین ما هنوزم که هنوزه برای ما ابهامات زیاد وجود داره در تعریف، نمیدونیم اینکه خب اینکه به من که حالا کاری که نکرد، تجاوز که نکرد، خب اینکه چیزی نیست. میدونین چی میخوام بگم؟ ولی اینی که یه نفر برمیگرده به شما میگه چقدر خوشگلی، چند کیلو هم کم کنی دیگه مثلا خیلی بهتر میشه، خب این به نظر من یک تجاوز به حریم چی میگن بدنی نفره. میدونین حالا وقتی شما توی اروپا بزرگ شدیم، وقتی که نه تنها خانواده ها راحت تر از خانواده های برصورت توی فرهنگ های ما این اطلاعات رو به بچه ها میدن، از بچگی آموزش میدن بدن تو حریم خصوصی توی و هر کسی یک دستی زد یا چیزی گفت یا نگاهی کرد که تو راحت نباشی باید استوپش کنی بگی نه و باید بیای به مامان بابات بگی، خب این آدم راحت تر تشخیص میده که چی درسته چی نادرسته. ولی توی فرهنگ ما مثلا به ما گفتن نرو خونه فلانی، نه خب نگفتن. چرا نگفتن؟ اگه بری ممکنه مرد صاحبخونه بیاد سراغ تو. و متاسفانه توی فرهنگ ما هیچ وقت خانواده ها برای پسراشون نگرانی نشون ندادن به نادرستی، برای اینکه تعداد آدم های آقایونی که واقعا آسیب جنسی دیدن، اگر شما کار من داشتین درسته کمتر از خانه ماست، ولی واقعا یک درصد بسیار به نظر من قابل ملاحظه ای آقایون و آقایونی هستن که در کودکی نوجوانی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن. بله. از یک بخش کوچیک از سوی خانم ها و یک بخش بزرگ از سوی آقایون دیگه. یعنی من دلم نمیخواد این بحث جنسیتی باشه، چون واقعا آسیبه هر کسی در رغم میلش در یک رابطه قرار بگیره که نتونه نبگه و ازش سوء استفاده بشه، آسیب میبینه چه مرد باشه چه زن باشه، فرق نداره. من فکر میکنم عدم اطلاعاته که باعث میشه که اون افراد به موقع نیومدن چیکار کنن، یا اینکه میگم حالا اگه شرم و همه چیز رو بذاریم، بعضی اوقات اصلا نمیتونن درست حس کردن یا نه، و بعضی اوقات هم اون شوکی که وارد میشه به نظر من طول میکشه تا شما اصلا متوجه بشین که چه اتفاقی داره برای شما میفته. اتفاقا توی همین این جریانات این چند روز اخیر یا چند شاید بشه گفت 10 روز اخیر خیلی موارد زیادی بود که آقایون مطرح کرده بودن، حالا در طول مدرسه از سوی معلم‌هاشون مورد آزار قرار گرفته بودن یا در محله از سوی افرادی که از نظر جسه از اونها قوی تر بودن یا از نظر جایگاه اجتماعی قوی تر بودن. در کنار اینکه حالا هم یعنی مورد یک بحث دیگه طبق این شرایط میشیم که بحث شاید بشه گفت جایگاه قدرته، اینکه چطور شخصی مثل آیدین آقداشلو یا مثل افراد دیگه که از یک جایگاه اجتماعی برخوردارن، معلم یک مدرسه هستن یا یک نقاشن، یک عکاسن، یک جایگاهی برای خودشون قائلن، اینا نمیترسن وقتی که وارد یک رابطه میشن؟ و اینکه اون افرادی که حالا اومدن دانش آموز بوده، مال 10 سال پیش بوده، روزنامه نگار بوده یا هر فرد دیگه بوده و اومده راجع به یک سلبریتی یا یک شخصیتی با جایگاه برتری از خودش در اون زمان که این اتفاق افتاده صحبت کرده، وقتی این افشاگری رو میکنه چه اتفاقی براش میفته؟ چه اتفاقی برای کی میفته؟ برای اون آدمی که این کارو کرده؟ برای افشاگره میفته.
برای کسی افشاگره در واقع سوال من یکی راجع به اینه که در واقع اون خب ببینید بستگی داره. ببینید من فکر می‌کنم که افشاگری در مورد کسایی که واقعا یک موقعیت اجتماعی تثبیت شده و شناخته شده دارن خیلی سخته، خیلی سخت داره، به خاطر اینکه خب خیلی از افراد باور نمی‌کنن که یه همچین آدمی مثلا میتونسته یه همچین کاری رو انجام بده. یعنی میخوام بگم یه دلیل این که این شاید این موارد الان داره میاد بیرون، شاید برای اینکه اون فرد اون موقع میگه که خب آخه من چطور مثلا فرض بکنین همچین چیزو در مورد یه همچین آدمی با یه همچین وشه اجتماعی بگم. و یه دلیلی که این افراد این کارا رو میکنن سوء استفاده از وشه اجتماعیشونه. من فکر نمی‌کنم همه اینا سکس آفندرن، همه اینا بیمار جنسی ان یا مثلا میدونین، نه، من فکر میکنم که خیلی اوقات از موقعیت قدرت خودشون جوری استفاده میکنن چون میدونن که این افراد امکانی که برن این رو یک جای بازگو بکنن نخواهند داشت، به خاطر اینکه کی میاد یه ژورنالیست یه دختر مثلا که ناشناس 24 ساله رو باور میکنه، کی میاد اونو میگیره طرف اونو میگیره و آقای آقداشون رو میذاره کنار. قطعاً این آدم ها به خودشون همچین در واقع تجزیه تحلیلی میکنن که دست به این کارها میزنن و احساس میکنم میگم یه جوری میدونی طرف مقابل ما چه موقعی میتونیم از آزار صحبت کنیم؟ ببین مثلا ما در تعریف آزار جنسی میگیم که آزار دهنده به اون کسی که آزار میبینه باید یه پوزیشن خاصی داشته باشه، مثلا فرض کنید از یک موقعیت قدرتی برخوردار باشه، سنش بیشتر باشه، زورش بیشتر باشه، خب وشه اجتماعیش بالاتر باشه، میدونی در یعنی یک نابرابری حتی همیشه هست. اینجاست که ما از آزار استفاده میکنیم. دو تا آدم توی یک شرایط عادی برابر که و اگه خودشون هم راضی باشن که آزاری نیست. متوجه هستین؟ چون شما از اون میترسین یا نسبت بهش یک حس احترامی دارید و اصلا باور نمیشه کسی توی همچین با این همچین وجه اجتماعی همچین کاری بکنه که آزار صورت میگیره. برای همین ما از آزار صحبت میکنیم. و من فکر میکنم این افراد فکر میکنن که خب این هم مثل و احتمالاً یک بار دو بار این کارو کردن و دیدن که در سکوت گذشته و هیچ صدایی در نیامده و در واقع به نظر من تشویق میشن دیگه و بهشون یک حس قدرتی میده. میدونی مثل اینکه شما وقتی پول زیاد داری میتونی چیزا رو بخری، کیف میکنی وقتی میری توی فرودگاه چندین هزار دلار یا پوند خرج میکنی، اینم همونه، یه حس قدرتی به شما میده، این حسی که من از یک موقعیتی برخوردارم که میتونم هر کاری با کسی بکنم و طرف صداش در نیاد. حالا اگه نگرفت یا بله میخوام به دست بیارم. بله خودشون رو این تایتل میدونن، خیلی مجاز میدونن که اون چیزی که میخوان از طرف مقابل بگیرن و میدونن که طرف مقابل هم احتمالاً نمیره چیز بکنه. و به نظر منم یک مقدارم شاید اینقدر آدمایی هستن که شاید خیلی اوقات باهوشن به نظر من و میدونن که شاید چه جوری انتخابم میکنن. مثلا یه آدمی که سنش پایینه، کم تجربه است، یه ذره خجالتیه، یه ذره محترمه، میدونن که آدمی هستش که مثلا سر صدا نمیکنه، میدونین دادوار را نمیندازه. شاید واقعا این فاکتورها رو هم میتونن تشخیص بدن، حدس بزنن که این آدمی هست که بره بله ما صحبتی بکنه یا نکنه و یه سری فاکتورها رو در نظر میگیرن احتمالا و این کارا رو انجام میدن. بله اتفاقا امروز در یکی از این روایت هایی که امروز خیلی راجبش صحبت شده بود توی توییتر، شخصی که روایت کرده بود میگفت که من از شهرستان اومده بودم و با یک فردی که خب به هر حال جایگاه بسیار شناخته شده ای داشت برخورد داشتم و همش هی این رو توی روایتش تکرار میکرد که شاید فکر میکرده اون شخص که مثلا من چون توی اون برای تحصیل اومده بودم یا برای کار اومده بودم و توی موقعیت این نبودم که بخوام بروز بدم این موضوع رو. حالا من در مورد این که شکستن سکوت چه اتفاقی میفته صحبت های زیاد شده، من و شما هم راجع به این موضوع قبلا توی گفتگوهای قبلی صحبت کرده بودیم، ولی اینکه میتونه حس همدردی بیاره، میتونه حس تنها بودن رو از افراد بگیره، شجاعت رو تقسیم بکنه و حاشیه امن رو در واقع از متجاوز بگیره. حالا اگه این سکوت شکسته نشه به هر دلیلی، چه اتفاقی واسه اون فرد میفته؟ یعنی افرادی هستن، من یادمه که یه فیلمی داشتیم میدیدیم، فکر می‌کنم یکی از فیلم‌های اگر اسمش اشتباه نگم یکی از فیلم‌های آقای اصغر فرهادی بود که راجع به مسئله آزار جنسی بود و یکی از دوستان همکار من که توی اون شبی که ما داشتیم این فیلمو نگاه می‌کردیم نشسته بود گفت این چه فیلمیه؟ مگه میشه یه زنی مورد آزار جنسی قرار بگیره و سکوت کنه؟
در حالی که میدونیم که خیلی ها اصلا ممکنه که تا همیشه این سکوتشون ادامه پیدا کنه به خاطر همه تابوها یا عدم حمایت هایی که میگیرن. وقتی یه نفر سکوت میکنه چه اتفاق در خودش میفته؟ ببین من فکر میکنم سکوت اصلا در واقع خاص از خانم ها نیست، اتفاقا آقایونی که اتفاق برشون افتاده دیگه تقریبا سکوت 100% سکوته، چون برای یک مرد خیلی سخت‌تره، خیلی به نظر من سخت‌تره اونم توی فرهنگای ما بزرگ شده باشن بیاد بگه که به من تجاوز آزار جنسی دیگه کسی واقعا یه مرد نمی‌بینتش. میدونی یعنی من واقعا فکر می‌کنم با آقایونی که تقریبا میتونم بگم خانم‌ها ممکنه یه چند موردی گفته باشن به کسی، ولی آقایون تقریبا یادمه که به هیچ کس نگفتن، به خانواده‌هاشون نگفتن و سال‌ها در سکوت اتفاق براشون افتاده چیزی نگفتن. حالا یه چیزی که باید این سکوت در واقع شکسته بشه، یکی به خاطر این که من واقعا فکر کنم حالا اگه این سکوت الان به این شکل در دو تا بشه ببینیم، یکی سکوتی که الان داره شکسته میشه در شبکه‌های اجتماعی و در واقع در ملأ عام صحبت میشه، من واقعا فکر میکنم برای پیشگیری لازمه. یعنی اگر فرض بکنید افراد نمیدونستن که این یک رفتار ناشایسته و جایز نیست و هیچ کس حق نداره اینو با من بکنه، الان خیلیا میدونن دیگه، میدونین میتونن اجازه بدن به خودشون که بیان چی اعتراض کنن. دوم این که هر کس فکر کنه که ای فقط من نبودم، چون بعضی وقت وقتی شما اتفاق براتون میفته متاسفانه اولین چیزی که شما رو آزار میده احساس گناهه، چون احساس میکنه یه چیزی توی من اتفاقم بوده، یه کاری من کردم، یه کار نابجایی کردم که اون طرف احساس کرده که من پایم و این کار با من کرده، در صورتی که اصلا اینطور نیست. و من وقتی این سکوت شکسته میشه و افراد میبینن که روایت افراد دیگه هم تقریبا مشابه اون چیزی که اونا میگن، به نظر من برای درمانشون خیلی میتونه کمک بکنه. سوم این که من میگم اگر ما بخوایم درمان در واقع بکنیم، اولین چیزی که هست این هستش که یک به رسمیت شناختن اون چیزی که بر اون طرف روا شده لازمه. همیشه شما باید در واقع ولیدیت بکنی، به رسمیت بشناسی اون چیزی که اتفاق افتاده. خب و از اونجاست که من فکر کنم پروسه درمانشون شروع میشه که بتونن دیگران بفهمن چه بر من گذشت و یک حس درک، میدونی یک درکی رو من از طرف مقاب از اطرافیانم بگیرن. و یکی این که من فکر کنم تو دفعه پیشم گفتم بعضی نگه داشتن یه سری رازها رازهای سمی هست، نگه داشتنش واقعا باعث میشه که آدم از نظر روحی و جسمی آسیب میبینه و در واقع با آوردن بیرون اون راز که در واقع باعث میشه من تمام مدت سعی میکنم که زندگیمو جوری تنظیم کنم که به اون تجربه نامطلوب فکر نکنم، ممکنه زندگی من یه مسیری پیدا بکنه که نباید پیدا میکرد. شاید اگر من اون احساسات نامطلوب به من هجوم نمی آورد، اون فلش بک رو نداشتم، یه جور دیگه زندگی میکردم، اینقدر الکل نمیخوردم، اینقدر ترس نداشتم. چون ببینید خیلی اوقات مثلا فرض کنید روی رابطه آدم با غذا تاثیر میذاره، پرخوری های روحی، بی اشتهایی های روحی، یعنی افرادی که واقعا کمبود وزن پیدا میکنن، 30 کیلو 40 کیلو اضافه وزن پیدا میکنن. خب وقتی شما اضافه وزن پیدا میکنید چقدر تاثیر میذاره روابط اجتماعیتون، چقدر میتونه رابطه جنسیتون، رابطه عاطفیتون تاثیرگذار باشه. خب این از این، اینکه در واقع شما مثلا چقدر بخواد تاثیرگذار باشه توی حتی راندمان کاریتون. اولین اتفاقی که میفته مسئله مشکل تمرکز پیدا کردنه. خیلی از افراد تمرکز ندارن، دارن با من صحبت میکنن میگن ببخشید داشتین در مورد چی صحبت میکردین، یعنی من مدام یادشون بندازم که در مورد این داشتین صحبت میکردین، یادشون میره در مورد چی دارن صحبت میکنن. ببینید چقدر این مکانیزمای دفاعی که خانم شهرابی هم صحبت کرد، اینکه وقتی این اتفاق میفته شما به خاطر اینکه اینقدر براتون سخته که یاد اون لحظه بیافتین، شروع میکنین از یه سری مکانیزمای دفاعی استفاده کردن که بتونید میزان در واقع اون استرابی که به شما میده، ترسی که به شما میده، احساس گناهی که به شما میده رو بیاریم پایین. و یکیشون همون دیسوسییشنی که دفعه پیش ما صحبت کردیم، یعنی بعضی وقت شما اصلا باعث میشه که متاسفانه شما انقدر با خودتون بیگانه میشی و وقتی اتفاق میفته حسش نمیکنید که احتمال اینکه این آزار جنسی رو بارها تجربه کنید رو بیشتر میکنه، به خاطر اینکه نیستین دیگه، هستین از نظر فیزیکی ولی از نظر احساسی نیستین. یعنی دوباره اگه توی همچین شرایطی قرار بگیرین امکانی که بخواید یه ارزیابی بکنین ندارین دوباره، تا وقتی که درمان نشدین، تا وقتی که نرفتین پیش کسی. یعنی اگر نریم بگیم احتمال اینکه در یک روابطی بیفتیم که آزار دوباره تکرار بشه بیشتر کرد. من آخرین سوالم خانم
پور عبدالله اگه هستیم. بله هستیم، چون زمان زیادی هم نداریم به پایان برنامه‌مون. این که دقیقا در مورد شکستن سکوت داریم صحبت میکنیم و اتفاقایی که میتونه نشکستنش برای افراد بیفته و شکستنش چطور میتونه کمک کنه برای رهایی و نجات یافتن از این شاید بشه گفت تله یا دامی که میتونه افراد رو توی خودش نگه داره. این که سوالی که خیلی مطرح شده، من از خیلی از همکاران خودم شنیدم توی این روزها و حتی برای ما ارسال شده در ایران وایر، این بود که خب حالا یه اتفاقی ممکنه برای یه نفر افتاده باشه که مربوط به 10 سال پیشه، پس آبروی اون فرد چی میشه یا خانواده یا اون فرد چی میشه؟ اگر ما الان افشا کنیم ممکنه که اون فردی که آزارگر بوده، متجاوز بوده و خب به هر حال کاری که کرده تبعاتی داشته واسه یک آسیب دیده، این پس تکلیف اون آدم چی میشه؟ خانواده‌اش چی میشن؟ این رو باید چطور در واقع خب ببینید، من فکر می‌کنم که ما به هر صورت اینجا انگار که باید یه چه میگن ارزیابی آسیب پذیری بکنیم. بالاخره اگر این افرادی که براشون اتفاق افتاده حرف نزنن آسیب می‌بینن، بعد بگن حرف بزنین اون یکی آسیب می‌بینه. مثلا فرض کنید اگر شما دیروز فکر می‌کنم خانم مهرنگیز کار داشتن گفتن وقتی مسئله زنای با محارم هست، یه نفر میگه اگه من بخوام برم بگم مثلا برادرم این کارو با من کرد یا پدرم کرده، امکان داره که شکایت کنه، مثلا بگن طرفو اعدام کنن و طرف دلش نمیخواد پدرش رو اعدام کنن، در نتیجه قانون یه جوری چیز شده که مثلا شما مجبوری سکوت کنی به خاطر که اگر سکوت نکنی یه اتفاقی میفته که یک نفر دیگه میرن میکشن. ولی حالا من میخوام بگم که قطعا برای این افرادی که در واقع الان اسمشون این روزا اومده توی شبکه‌های اجتماعی عواقبی خواهد داشت این مسئله. و یکی به من نوشته بود که خب بچه‌های اینا چی میشن، زن اینا چی میشن. من فکر میکنم که من زنشون بچه‌شون باید بتونن تفکیک کنن دو چیزه. ببینید ما میگیم یک انسان با وجوه متفاوت، یه انسان با ویژگی‌های متفاوت. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که آقای مثلا آقداشلو فقط همین باشه. آقای داشلو خیلی چیزهای دیگه هست که چیزهای مثبتیه، متوجه هستین؟ این رفتار به خصوصشون رفتار ناپسندیده و جایزی نبوده و بابتش دارن الان مؤاخذه میشن و بابتش یک سری افراد شاکی هستن. و من میخوام بگم که به هر صورت هر کسی هر کاری که بکنه از اونجایی که باید هر آدم بالغی مسئولیت اعمال خودش رو بپذیره، خب این افراد این کاری کردن و در واقع باید در مقابل کاری که کردن، اگر کردن، ببخشید من نمیتونم بگم کردن یا نکردن، من اصلا در جایگاهی نیستم که بخوام الان بگم که کدوم روایت درسته کدوم نادرسته، ولی حالا فرض کنیم اگه یک نفر این کار کرده مسئولیت کار خودش رو باید بپذیره. یعنی روی خانواده‌اش هم نمیتونن که بدونن که در واقع ایشون چه. خب دیگه ببینید شاید میگم آخه بستگی داره. ببین اگه شما مثلا فرض کنید به هر صورت خانواده‌ها متوجه میشن، احتمالا متوجه میشن، ولی چیزی که الان من فکر میکنم مسئله رو بغرنج سر پیش در میکنه که در فضای عمومی داره این در واقع صدا میده. شما مثلا فرض کنید مرد همسایه‌تون اومده مثلا به بچه‌تون یه تعرضی کرده، شما میری شکایت میکنید، فرد همسایه هم حالا دوروریاش ممکنه بفهمن، ولی در واقع روی فیسبوک و اینستاگرام و اینا نمیاد چیز بشه. ولی وقتی که یک نفر از یک جایگاه اجتماعی برخوردار هست، خب شما نمیشه فقط چیزهای مثبت در واقع سلبریتی بودن رو در نظر بگیرین. به نظر من یه همچین چیزهای اجتناب ناپذیره. وقتی یک خطایی میکنه احتمال این هستش که در واقع به طور در واقع پابلیک اعلام بشه این مسئله هست و قطعا بهش آسیب میرسه و قطعا بهشش رو خراب میکنه. ولی ما میخوایم باید یه ذره من فکر کنم منطقی فکر کنیم. چرا ما فکر نمی کنیم کسی که این اتفاق براش در 24 سالگی افتاده و سالها این بار رو با خودش هم کرده و تمام جنبه های زندگیش تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفته، چرا نمیایم میزان آسیب پذیری اون رو نمیبینیم؟ میدونین چرا فکر می کنیم یه آدم با وشه نباید وشهش رو خراب کرد؟ خب بچه هاش چی؟ خب این آدمی که اتفاق براش افتاده چی؟ پس میدونین در واقع ما اصلا در جایگاهی نیستیم، من اصلا در جایگاهی نیستم که بخوام قضاوت بکنم. ولی من فکر میکنم ما هر کاری بکنیم اگر بگیم یک سری آسیب میبینن، اگر نگیم یک سری آسیب میبینن. دیگه حالا باید انتخاب کرد که یه نفر میخواد خودش آسیب ببینه نابود بشه یا اینکه بخواد صحبت بکنه باعث آسیب پذیری کسی بشه که بهش آسیب زده و خودش رو نجات بده. دیگه این یه چیزی هستش که من میذارم به عهده اون کسایی که این اتفاق براشون افتاده و چه انتخابی میکنن و چه تصمیمی میگیرن. ممنونم ازتون. اگر نکته‌ای هستش در پایان این گفتگو ما در خدمت شما هستیم.
من واقعا دلم میخواد که تمام کسایی که این بحث رو میشنون به خصوص والدین فکر کنن که هیچ وقت دیر نشده و من واقعا ما اگر در جوامعی زندگی میکنیم که دولت ها این وظیفه خودشون نمیدونن یا در واقع سیستم آموزشی وظیفه خودشون نمیدونه که یه سری اطلاعات رو بچه ها بده، سعی کنیم به بچه هامون این سری اطلاعات بدیم و اگر بخوایم به بچه هامون یاد بدیم که نبگن به دیگران، به غریبه ها، به وقتی که بهشون یک در واقع چیزی تحمیل میشه، اجازه بدیم توی محیط خونه به ما نبگن، به ما پدر مادران نبگن، هی نگیم بی ادبیه، نمیدونم بی چشم رویه، نمیدونم میدونین احترام نمیذاری، چون بعض اوقات واقعا بعد یک بچه نمیتونه تفکیک کنه احترام گذاشتن یعنی چی. شاید واقعا اون خانمی هم که 24 سالشه با آقای آقداشو نمیتونه اون لحظه چیزی دیگه احساس کرده باید احترام بذاره، من نمیدونم، میخوام بگم یعنی سعی نکنیم که یه سری چی میگن آدم های موتی موار بیاریم که نه نگو، به خاطر اینکه اگه نبگی کار زشتیه، اشکال داره و در نتیجه از بچه هامون کسایی افراد پسیوی درست کنیم که در آینده اگر چنانچه در حقشون یک بی‌عدالتی صورت گرفت نتونن برای حقوق خودشون وایسن و سعی کنیم که از محیط خونه واقعا آموزش رو شروع کنیم و بچه هامون آموزش بدیم، چون همین پسرها و دخترهای آسیب دیده اگر چنین آموزش در کودکی داشتن احتمالاً حالا قوانین کشور رو من میدونم در واقع دست و پا گیرم ولی شاید میتونستن یک جور دیگه عمل بکنن. خیلی ممنون. در پایانمون یه ایمیل ما داریم. بله. اگه نمیدونم بله شما. بله خیلی ممنون از این که وقت رو گذاشتین. فقط این که کسانی که میخوان، افرادی که تمایل دارن که با خانم پور عبدالله به شکل مستقیم در تماس باشن، یک ایمیلی هست که من وقتی ویدیو رو روی صفحه ایران وایر میذارم اون ایمیل رو مینویسم توی پست مربوط به همین ویدیو و میتونن به اون ایمیل بزنن و با خود خانم پور عبدالله به شکل مستقیم در تماس باشن. خیلی ممنون از این وقتی که گذاشتین، ممنونم و امیدوارم که این راه رو بشه ادامه داد، سکوت ها شکسته بشه و پلتفرم های قوی برای حمایت از در واقع آسیب دیده ها ایجاد بشه. ممنون از این که این برنامه رو با ما بودین. تا هفته دیگه سه‌شنبه ساعت 8:30 شب به وقت ایران. ممنون خانم. خدا قربان شما. خدا حفظتون.